درود و عرض ادب دارم خدمت تمام شنوندگان عزیز. قسمت دوم برنامه ما هست. قسمت اول اگر ندیدین دوستان عزیز، لینکش در دسکریپشن موجود است، میتونین قسمت اول را مشاهده کنین اول و به قسمت دوم بعدا بپردازین. دوستان عزیز، به برنامه خود ادامه میدیم و ما مایک میسپرم به دوست عزیز ما آریای عزیز. آریا جان، مایک خدمت خودت. ممنون خودت عزیز دل. ببخشید، درباره تزویج ام کلثوم امو جلد 5 صفحه 346 است. اصول کافی. خب خانم سوان، خودت میخوای چیزی بگویی؟ یه کامنت کوچیک راجب صحبت های عمران جان بگم. ببین عمران جان، از ابتدای اسلام اینها همیشه همینطور رفتار کردن. اگر کسی با اینها مشکلی رو مطرح کرده، اینها رو نقد کرده، اینا به جای اینکه مشکل رو حل کنن، اون کل مسئله رو حذف کردن، یعنی اون آدم رو میکشن، خب دیگه مشکلی ندارن. اینا از همون صدر اسلام این کار رو کردن، هنوز هم دارن میکنن. دلیل این که ما روشنگری میکنیم این که 1400 سال اینها این کار رو کردن، الان ما به مرحله رسیدیم که میتونیم اطلاع رسانی کنیم که این باید استاپ بشه. دیگه به این مزخرفات اعتقادی نداشته باشید. این کار باید استاپ بشه و این وقتی استاپ میشه که مردم اسلام رو بفهمن، قرآن رو بفهمن. من مقصد یک کلمه میخوام بگم. کمی الان ما پیامی گرفتم، اینا مرا به قومم فحاشی کرده، هزاره گفته. امی الان ما یک پیام گرفتم در حال حاضر. اینها چرا اینطوری هستند؟ من تاسف میخورم، متاسفانه. مسئله رو نمیتونن حل کنن، مسئله رو حذف میکنن، همینطور که بهتون گفتم. خیلی خیلی باعث تاسفه. ممنونم آریا جان. ممنون خانم سوان. خب نفر بعد زوله. ریچ زوله، بفرمایید شما. ای برادر، تو همان اندیشه مابقی پست استخوان و ریشه. ما با پست استخوان و ریشه انسان ها کاری نداریم. حالا او هر کی بوده باشه، بحث ما بحث اندیشه، ایدئولوژی و تفکر هست. شما در خانواده متولد میشین و در همون محدوده خانواده تقلیدی و تعبدی چیزهایی می آموزین و به مرور زمان اون در ذهن و در وجودتان جز از زندگیتان می شه و حق می شه و باورهایتان و هرچی کهنه‌تر باشه مقدستر می شه و اون جرأت و اون شهامت تفکر و اندیشه را شما می گیره و شما وقتی بزرگ می شین اون جز هویتتان می شه. بعد ناگزیر می شین از اون هویتتان، ولو می دانین در دنیای خود و اگر اندک تحقیق شوین می دانین که این مذهب یا این دینی که جزء هویتتان شده خیلی اشتباهات داره، ولی چون جزء هویتتان شده به خاطر خودت هم هست از اون دفاع میکنی. خیلی وقتا دفاعی کورکورانه میکنی، خیلی وقتا هم در خیلی مسائل خود را به خواب میزنی. هر چه دیگران بگه بیدار شو، بیدار نمیشی. چون آدمی که خود را به خواب بزنه بیدار نمیشه، ولی آدمی که خواب باشه، واقعا خواب باشه، بیدار میشه. برادر عزیزم، ما با افراد مشکل نداریم و توهین هم نمی کنیم. علی و عمر و فاطمه و عایشه، اونا افراد عربی بودند در 14 سال پیش. اونا محصول همان مفکوره و همان تفکر اسلامی هستند. آنچه برشان گفته شده بود، آنچه به اونها تربیت داده شده بود، در همون را خب جنگ می کردند و می کشتند و اتفاقا اون کشتن را افتخار هم می دانستند. ولی امروز ما در قرن 21 هستیم. شما وقت کودک هستین خب تعبدی و تقلیدی عمل میکنین، اما وقتی بزرگ میشین اتیست یک ایدئولوژی و مکتبی به اون شکل مقدس نیست، اما یک بحث هست. یک بحث این هست که برای شما فضای باز تفکر و اندیشه را باز میکنه، برای شما فضای بزرگتری برای پرواز میده که دیگر در اون فضای محدود تعبدی و تقلیدی که از پدر و مادر و اجدادتان نسل در نسل شنیده اید، در اونجا گیر نمانید، فراتر پرواز بکنید. قرن 21 هست و شما جوان امروز، جوان تحصیل کرده امروز، باید فراتر از اجداد بی سوایتان پرواز بکنید، فکر بکنید، اندیشه بکنید. اتیزم و اتیزم فقط این رو برای شما میکنه که اندیشه بکنید، فکر بکنید که واقعا خرد و منطق و عقل و شعور و علم و دانشی که در اختیار در امروز در اختیار دارین، آیا با اون باورهای کهنه و فرسوده‌ای که اسیرمان ساخته و در تاریک خانه ما را بسته است و
واقعا درست هست یا نه هست. حداقل به شما شهامت میده، به شما فرصت میده، شما تشویق میکنه که یک بار فکر بکنید، یک بار اندیشه بکنید. فکر کردن و اندیشه کردن بد نیست. اتیزم نوع از سکولاریزم هست، نوعی از انسانگرایی هست، نوعی از فردگرایی هست، نوعی از اندیشیدن هست، نوعی از این هست که شما به عنوان یک انسان آزاده و آزاداندیش بیاندیشید که دیگر شما وقتی جوان میشید، وقتی بزرگ میشید، دانشگاه میرید، درس میخوانید، اینجا هست که فکر شما رشد میکنه، شما به یک بلوغ جسمی و به یک بلوغ فکری میرسید. اینجا هست که برای شما یک فرصت میده که دیگر شما بر مرحله رسیدین که دیگر اونج از پدر و مادرتان تقلیدی و تعبدی کپی کردین، آموختین، از اون مرحله بگذارین، یک پا فراتر بگذارین، فکر کنین به عنوان یک انسان که واقعا این خدای به این گونه هست، این دین و مذهبی به این گونه هست. ما با هیچ دین و خدای کس مشکل نداره. مشکل اینجا هست که وقت ادیان و مذاهب افراد خود را نمایندگی خدا و دین میدانن، میان زندگی من را، سرزمین من را، خانواده من را، مردم من را، هویت من را، تاریخ من را، همه آنچه من دارم را از من میگیرن و به سادگی من را میکشن، به سادگی خانوادم را میکشن، به سادگی دختر و زن و مادرم را مورد تجاوز وقت قرار میدن. اینجا هست که ما باید فکر بکنیم که واقعا کجای کار میلنگه. چرا در این 1400 سال جهان اسلام همیشه خونین بوده؟ شما بعد از حتی روزی که پیامبر فوت میشه، جنگ و خونریزی آغاز میشه، از همان روز اول بعد بیشترین و زیادترین جنگ میان خود مسلمان ها بوده و تا امروز هم میان خود مسلمان ها این جنگ و خشونت ادامه داره. کجای کار این دین میلنگه؟ یک مسئله هست. بنابراین دوستان عزیز، مسئله توهین به فردیت و شخصیت فردی شما نیست که به هر دین و به هر مذهبی باور دارین. صحبت اینجا هست که این دین و مذهب شما به شما اجازه میده که به دیگران هرچی خواستید برخورد بکنید، بکشید، قتل و غارت بکنید. یک مسئله. مسئله دیگر این که یک سوال از خود بکنید، همین خدای قادر و متعال که همه دار و ندار این زمین و کیهان و همه آنچه هست در اختیارش هست، چرا این 14 سال پیش آخرین پیامبرش رو میفرسته و این پیامبرش میگه قبل از من هرچی پیامبر هست منسوخ و بعد از من هیچ کسی ادعای پیامبری ندارد و هر کی آمد با من خوب ایلا همش رو میکشم، بعدش دو را برای پیروانش میگذاره و اون دو را هم هر دو طرفش سود و فایده ایشون هست. یکی این که برید جهاد بکنید، اگر کشته شدید در اون دنیا خدا به شما بیشترین پاداش میده. پاداشش چیه؟ بعد متاسفانه آدم مجبوره بگه پاداشش همون عیاشی سکس و این است که 72 هور هست، جوی شراب هست، عیاشی هست و همه ساله و 70,000 ساله شما فقط عیاشی بکنید در بهشت. این پاداش هست برای انسان عربی 14 سال پیش. وقتی شما چنین پاداش بدین، خب اونها 24 سال قتل عام میکنه. اگر هم این نفع شما اگر کشته شدید، اون همه پاداش در بهشت، در بهشت مال شما. و اگر هم زنده ماندید، هر آنچه که هست مال شما. مردانش رو همه بکشید، دختر و زن همش مال شما. کی باشد که همچو دین و همچو خدای پشتبانش باشه و همچو فرمان مقدس برشان بده که برو هر همش به نفع تو، همش چه کشته میشی چه میکشی به نفع تو. کی هست که این کارو نبکنه؟ و اعراب جاهل 1400 سال به خاطر عیاشی و به خاطر غنیمت و به خاطر که در سرزمین عربستان چیز برای خوردن نداشتن جز استثمار، وقتی آمدن به سرزمین های وسیع ایران و خراسان، افغانستان امروزی و بقیه کشورها، دیدن که چه کشورهای سرسبز و زیبایی. خب مردانش رو کشتن، سرزمینشون رو گرفتن، دخترها و خانمهایشون رو بودن عیاشی کردن. حالا امروز ما اگر حتی بخوایم اگه اعتراض بکنیم، حق اعتراض هم نداریم. خب حرف ما این هست که بیاییم صادقانه بیاندشیم، فکر کنیم که واقعا کجای کار را، معذرت میخوایم، کوتاه میکنم، خلاص میکنم، کجای کار را اشتباه رفتیم و حداقل این فرصت و حداقل این شهامت داشته باشیم که بدون توهین به هم، بدون قتل و فتوای قتل دادن در مقابل هم، بیاییم یک بار بیاندشیم و شک کنیم. شک کردن کار خوبی هست که ما در هر مورد شک کنیم و از نو فکر کنیم و ذهن و فکر خود رو اپدیت بکنیم. چنانچه موبایل ها اپدیت میشه، ما هم باید اپدیت کنیم خود رو. خیلی ممنون. یک اخلاق مسلمان پروفایل ما را چک کنیم پیام داده. ممنون عمران جان، تشکر. آقای احمد با من مسیج میکنه، میگه در حد بسیار کوتاه میخوایم یک کامنت بتوم. اگر کامنتت کوتاه است احمد جان بفرمو، اگر نه در نوبت بشی.
سلام و وقت بخیر خدمت شما. تشکر از وقتی که قرار دادید. من کوتاه عرض کنم که خدمتون دوستان فرمودن که صورت مسئله پاک میشه و سخنانی فرمودن راجع به این موضوع. نه، ما در فضای علمی خودش بحث میکنیم. هر کدوم از دوستان به عنوان نماینده آتئیست به معنای بیدینی حاضر است، ما حاضریم باش مناظره کنیم. خودم به شخص تخصصم مباحث توحیدی و مباحث رفع شبهه الحاده. حالا اگه دوست دارید من اتاق تخصصی راجع به این بذاریم مناظره کنیم. در خدمتتون هستم. ممنون از خودت کاوش جان. میخوایی چیز دیگه بگم کاوش نازنین؟ عزیز من، شما من نمیخوایم که مثلا سوالای شخصی بپرسیم از شما. شما با حوزه علمی کدام کاری دارین؟ آخون هستین یا خیر؟ من شاگرد استاد میلانی متخصص مباحث توحیدی هستم، استاد حوزه علمی قوم. بسیار قشنگ. پس در اینستاگرام مشکل ندارین که با لباس آخوندیتون با من حاضر شوین گفتگوی داشته باشین؟ درست است؟ مشکلی ندارم، من لباس آخوندی ندارم ولی شاگردشو هستم. میتونم تو تلگرام موجود هست، مناظرات ما هم هست. نه گفتم جلوی دوربین در اینستاگرام مشکلی ندارین، درست است؟ نه مشکلی ندارم، در خدمتتون هستم. بسیار خوب، ما با شما پیام شخصی میفرستم با هم تنظیمش میکنیم. سپاس. زنده باشید. سپاس. ممنون کاوش جان و ممنون آقای احمد که با تو صحبت کردین. آقای شهرزاد بفرمایید. آقای خانم. با درود به همه دوستان، خانم هستم. یک دنیا ممنون از زمانی که به من دادین. فقط من میخواستم به شما دوستان نازنین و اینقدر با نالج و فهمیده و با اطلاع بگم که این دوستانی که میان بالا و میخوان با شما نازنین ها بحث بکنن، اینها اول یک نگاهی به مغز خودشون و اطلاعاتشون و کتاب هایی که خوندن و نخوندن بندازن، بعد بیان بالا، هم آبروی خودشون حفظ بشه هم آبروی باورهاشون حفظ بشه. اینجا منی که اینجا نشستم و دارم گوش میکنم که اومدم یاد بگیرم از شماها، اگر اینها واقعا به اون چیزی که باور دارن درست انجام بدن، من یکی ازشون ممکنه یه چیزایی یاد بگیرم. ولی این دوستان حتی هنوز یاد نگرفتن که یک مداد و قلم جلوی خودشون بذارن و سوالهایی رو که ازشون میشه یادداشت کنن، انقدر مایک واز نکنن، رومو مختل نکنن، هنوز کوچکترین قانون روابط و آشنایی به سخنوری رو اینا یاد نگرفتن. عزیزان شما چجوری میخواین که با اینها چیزی یادشون بدین؟ الان هر روز و هر شب من هر وقت میام تو روم شما میبینم کاوش عزیز با متانت هرچه تمامتر و پویا و بقیه دوستان از اینا خواهش میکنن که آقایون 3 دقیقه وقت دارین مداد و کاغذ بیارین. نمیکنن. چرا نمیکنن؟ برای اینکه وحشت دارن، اینا بلد نیستن، اینا فن سخنوری و اطلاعات و اون نالج رو ندارن. اینم زوری نیستش که مثل میمونه به من بگین زوری خانم تو بایستی راجع به قرآن و اسلام حرف بزنی. نمیتونم، بلد نیستم، نخوندم، یاد نگرفتم. خب پس صدامو میبرم، قطع میکنم، میشینم گوش میکنم، به موقعش اگر سوالی داشتم میام بالا یا حرفی میزنم. این دوستان یکم برن یاد بگیرن لطفا. و ببینین امکان نداره یک دونه از این شماهایی که اسم خودتون مسلمان میذارین، آخوند میذارین، بتونین با این گروهی که این بالاست تحت هر عنوانی شما بحث و مجادله بکنید و اینو از گوشتون بیرون کنید، چون این انسانهایی که اینجان انقدر شعور و فهم و معلوماتشون بالاست که شما حتی به ناخون کوچیکه اینا هم نمیرسین. خیلی ممنون و متشکر از این روحهایی که میذارین و واقعا آدم لذت میبره از این همه اطلاعاتی که شما دوستان و عزیزان دارین. ممنون و شب همه خوش. ممنون شما خانم شهرزاد. دوستای عزیز لطفا اگر میتونید روی عنوان تاپیک صحبت کنین، تاپیک برنامه ما در مورد هرچی آخوند از بیاید ثابت کنن که آتیزم یک مکتب است، روی عزیز صحبت کنین که آیا آتیزم یک مکتب است یا نه.
آسیب جان نوبت از خود دست مایک سین خیلی در اختیارت صحبت که عزیز. سلام شام بخیر. ما در شروع میخواستم بگویم وقتی که شما یک بحث باز میکنین همیشه هم نظرهایتان را جمع میکنین و نوبت به یک دیگه میتین و کسی که مخالف شما باشه مثل عتیق جان پایان مندازین. خو بحث نشد. شما فقط خوش دارین نظر خود را تکرار کرده برین مسئله بحث جدا میشین و آسیب جان یک لحظه دوست عزیز، عتیق کس پایان ننداخته، عتیق خودش رفته عزیز پایان. عتیق من سه دفعه درخواست کردم، فکر کردم از دوستان من پایان فرستادن، سه دفعه درخواست کردم نماد، من از دوستان پرسان کردم گفتن نه خودش رفته. یعنی میال عتیق در پایان است، یعنی من درخواست عتیق جان دست بالا که بیا بالا عزیز. ممنون پایان جان. ببین اصیم چون کسی پایان ننداخته، ببین هر کس هر چی صحبت میکنه ما سه دقیقه برش وقت میتیم، حتی اگر فحاشی کرده ما به اونا وقت دادیم، اینجا به خواهر مادر ما فحاشی کرده، اما در سه دقیقه از اینا ما دخالت نکردیم. خودت هم میتونی صحبت کنی سه دقیقه، بعد از صحبت های خودت شاید مدیر اتورای عزیز صحبت داشته باشین. ممنون. آسیب جان هستی صحبت کن. بله اصلا ما میخواستم بگم که در شرط اول بحث همی است که آدم به نظر یک دیگر احترام داشته باشه. اگر کسی که مثلا مسلمان است، اگر شما قبول هم نداریم به یک نظر یک دیگر احترام داشته باشین و موضوع رو بحث کنیم. من تا مخالف پایان انداختم دیگر خوبیش نمیده. من تا توهینم به یک دیگر نکنه. شما مثلا هر باوری که دارین، شما مثلا میتونم برای یک نفره که مسلمان است یک بار بحث کنیم، مثل دوست نو پیشتر آمد که من بخواهم را شما بحث کنیم بسیار محترمان، اما به این معنی که کسی که به اسلام باور داره به 1.3 میلیون 3 بیلیون انسان روی دنیا احمق بکنین و این تا بگین، شما میشه در باری خشونت در باری اسلام گپ میزنه. شما جنگ جهانی اول، جنگ جهانی دوم، کارهایی که آلمانیا با یهودیا کرد، کارهایی که یهودیا با دنیا میکنه، کارهایی که عیسویا کرد، بودایا کرد، همیشه میمونید فقط من بحث سر اسلام است و اسلام است و اسلام. درست است که در کشور ما اسلام است، اما چرا هیچ بار از خشونت دیگر یا درباره افغانستان نمیگن؟ آمریکایی‌ها کارهایی که در افغانستان کردن. من در شروع میخوام بگم که من از کدام مسلمان سرسخت نیستم، من در آلمان زندگی میکنم. مگم میفهم حالت شما درک میکنم، وقتی کسی از افغانستان آلمان بیاید کارهای اینا رو میبینه که مثلا دولت کمک میکنه، اینا یک چانس زندگی دارن دیگه، دارن نمی چهار تا کار نمایشی، اینا فکر میکنن که او ببین چقدر ایسایا مهربان است، من در کشور ما که مسلمان یک دیگه که هستیم که دیگه به خشونت رویه میکنیم، یک دیگه ما رو میکشیم. یعنی چی دی؟ مثلا نمیتونه کس تیوری اسلام که چیزی که اسلام میگه که در کارهایی که مسلمان ها میکنه آدم مقایسه کنه، به خاطر که در کجای دین عیسویت گفته که تو بگی 3 میلیون یهودی را در لاگرهای گاز پرتو بکش؟ مگر این کار را عیسوی ها کرد؟ مثلا ما گفته نمیتونه آدم که کل عیسوی ها مثلا یا از یهودی ها نفرت داره و دیگه داره، چیز کلیشه ای. شما یک چیز کلیشه ای از فکر طالب ها فکر تمام مسلمان ها میتونه، این که یک چیز که نمیشه. کاوشن فکرم آریا باک خورده. آریا هستی؟ من باید میدارم در حالی که مدراتور هستم بدون اجازه مایک ما باز نمی کنم، چون خلاف پرنسیپ ما هست. اگر اجازه میدیم ما با دوست عزیزم چند تا دلیل بگویم. بفرما عزیز بفرما. بسیار بخشیم، من فکر کنم باک خورده بودیم. کاوشن بفرما عزیز. دو سالها باک خوردی، مشکل نیست. خب به هر صورت دوست ما گفت احترام به عقاید. ببین عزیز من، ما در عقاید شما، خودت قرآن را خواندی عزیزم آسیب جان؟ بله. مطالعه از قرآن خوب است، فهمت خوب است از قرآن؟ بله، تا جای با ترجمه فارسی خواندی. بله. میدونی قرآن چند تا سوره داره؟ آیه سوره سوره البته دفعه آیه نیست که اشتباه نشه. چند تا سوره داره قرآن میدونی؟ نه. ببینین یک بار مادم قرآن کریم در عربی میخونه و تفسیرش میخونه و اینکه چند سوره داره و چند آیه داره، یک چند عدد زبان عربی بلد هستی که به عربی میخونی؟ گفتم تفسیرش هم تا جا مطالعه کردیم، اما بعد این معنی نیست که مثلا میخونی چند عدد از چهار عدد مثلا میخونی قرآن کریم اینقدر سوره داره اینقدر آیه داره این سوره و آیه. عتیق جان نماز میخونی عزیزم؟ ببینین نماز میخونی؟ ما نمیخوایم تفتیش عقاید کنم، فقط مثل یک دوستت، مثل یک برادرت امروز میخوایم کمی هم کلام شم. نماز میخونی؟ گفتم یا خیر یا میخونی یا نمیخونی، مرا بگو نماز میخونی؟ میگم نه نمیخونم.
ممنون میخوره، اما دی ما را نیست که کسی که نماز نخوند مسلمان است، کسی نه که الان شما نماز نیست که نخوند. ثابت کنم شما مسلمان نیستی، نه عزیز من، ما فقط میخوایم ببینیم که شما میخونین یا خیر، بگوین که نه میخونم یا میخونم، خود تا جواب داره. نه خیر نمیخونم. آه یعنی هرگز نخوندی در زندگیت نماز؟ هرگز نی در موقعش باشه میخونم نماز جمعه، یعنی میخونی خوندی یا کار روزمره وقتم نیست، من مکتب میباشم یا درس میباشم یا کار میباشم. اوکی من فهمیدم، یعنی اگر وقت داشته باشی به نماز ارج میگذاری و وقت میگذاری، درست است؟ بسیار خوب. نماز که میخونی میفهمی به خدای چی میگی وقتی نماز میخونی؟ چی میگی؟ این واژه های عربی رو برش میگی که نمیدانم، سبحانک اللهم و به حمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا اله غیرک، این واژه ها را میدانی که با کدام زبان با خدایت صحبت میکنی؟ زبان ببین عبادت مثلا درست است که در عربی میخونین، عربی مثلا میدانی که چی میگی اصلا به خدا؟ ممنون را ترجمهش خواه آدم میخونه که بسیار خوب. وقتی که سنماز میخونی طبعا که سوره فاتحه را باید بخونی، این واژه‌ای که میگه ایاک نعبد و ایاک نستعین چی معنا میده؟ به خدا میخوای چی بگی در این آیت؟ آسیب جان؟ بله ایاک نعبد و ایاک نستعین. بله. اما سرچ نکو، خواهش میکنم از همین جا بگو. نه دیگه سرچ کردی بس. میگذاریم عزیزم. خب به صورت. من حرفایت یادداشت کردم عزیزم. باش من به خاطر که من الحمدلله رب العالمین ما پشت پشت در ترجمهش هست در یک نعبد و یک نسعین خواست را میپرسیم و بچه از تو کسی را نمیپرسیم. نکنه اگر به گوگل مراجعه نکن. خب بر صورت مشکلی نیست، خیر است که نمیدانیم و میدانم که چرا ما این زبان عربی را نمیدانیم، چون این دین را ما قبول نکردیم در ابتدا و خواست خود ما، اگر قبول میکردیم رو زبان عربی را میدانستیم حداقلش. اما من خوشبختانه میدانم این زبان را تا بتانم با شما صحبت کنم. ببین عزیز بزرگوار، حسیب بزرگوار، دوست عزیزم، هموطن عزیزم قرار گفته دکتر میترای عزیز، شما گفتین وقتی که میایین در آلمان فکر میکنین که اینها چی برخورد خوبی داشتین شما کافر میشین یا آتیست میشین یا مسیحی میشین. دوست عزیز ما اکثرا اینجا بی خدا هستیم و به هیچ دینی علاقه مند نیستیم و هیچ دینی ارج نمیگذاریم. به همین دلیل هست که ما که کدام دوست ما باز بود، به همین دلیل است که ما وقتی میایم دین را نقد میکنیم به خاطر ظلمت و بدبختی بالای مردم ماست عزیز. تو میگی با عقاید هم دیگر باید احترام بگذاریم، عقاید باید قابل احترام باشن. نه، عقاید قابل احترام نیستن. اگر میخواین عقاید احترام شود باید عقاید خوبی برایتان بسازیم. به طور مثال در همین قرآن، در همین کتاب مقدس شما بارها بر ما توهین شده. شما سری بزنین به سوره انفال آیه 55. در سوره انفال ببینیم که خدای شما به عقاید دیگران احترام داشته یا خیر. خدای شما به زبان فارسی میخونم چون عربی نمیدونید. میفرماید همان آقای محمد است. بدترین جنبندگان کاوش، پویا، سوان و کوروش و پویا آریاجان هستند. یعنی ما نزد خدای شما، افکار ما نزد خدای شما بدتر از تمام موجودات است. حتی بدتر از سوسک، بدتر از خوک، بدتر از الاغ، الاغی که محمد با او پرواز کرد. ما بدتر از او الاغ هستیم نزد دین شما. پس شما از کدام احترام صحبت میکنین دوست گرام؟ این یک تو موضوع، یک مسئله. احترام به عقاید که نمیشه بر عقیده احترام داشت. ما میایم تو را میکشم در مناطق من زندگی میکنی، یا پول بده یا زنت را میگیرم میکشمت، بالش تجاوز میکنم، اما تو به این عقاید من احترام داشته باش. نازنینم، کسی که بالای مادرم تجاوز کنه من به او احترام کنم یا از مادرم دفاع کنم؟ کسی که بالای خاکم تجاوز کنه من به او احترام کنم یا از خاکم دفاع کنم؟ درست است خاک پرستی و وطن پرستی آنچنان جالب نیست برای من، اما اون سرزمینی است که اونجا ما بزرگ شدیم، او برای من قد اندام داده، ما از اکسیژن زیبایش استفاده کردیم، از آب و هوایش استفاده کردیم، گفته آبتینجان از خورش هایش استفاده کردیم. عزیزم بنان، وقتی شما استدلال میکنین اول از شما خواهش میکنم قرآن را به زبان خودتان بخونید، قرآن را به زبان خودتان بخونین و بدونین که این کتاب هیچ آیت خوبی در خودش نداره. طبق کدام استدلال؟ طبق کدام دلیل؟ شما سری بزنین به سوره، سوره ای که به نام زنان هست. ما شما طبعا که مادری داریم، خواهری داریم یا نداریم، همسری خواهیم داشت و دختری خواهیم. ببخشید کاوشم. ببینید اگر
اگر 1400 سال پیش در قرآن آمده که کسایی که به دین اسلام باور ندارند که چیزهای رکیک که گفته، اما امسال ما در سال 2021 زندگی میکنیم، در شما مطمئن در فکر نمیم در کنم کشور دیگه هستی نه دیگه پایتان سوال میدم، شما که سال 2021 به عقاید دیگه که باور احترام ندارین خیلی فرق حال و 1400 سال پیش شد که دو نفر که تضاد فکری میداشتن میخواستن با هم جنگ میکردن. آها بسیار خوب. خب دو نفر میگین، یعنی شما باید موافق هستین که اسلام در برابر دیگر ادیان جنگ کرده و محمد اونا را کشته، به این باور هستین؟ آیا اید شما میتونید که اولین جنگ اسلام حمله به مسلمان ها بود و نه حمله مسلمان ها به با کدام نام یاد میشد جنگ عزیزم؟ اولین جنگ محمد با کدام نام یاد میشد؟ نمیدونم. به فکر جنگ برمان نام گفتم برای شما ببینید غزوی بدر است. ببینید اینا رو تو موضوعات خودی مگه این بعض کلمات و بعض عدد که آدم افس کنه، مثلا ما میفهم که کدام جنگ بدر اول بدر اول علت جنگ چی بود؟ سلام داری عزیزم، اگر میکروفون دوست ما رو نبندین بگذارین که حرف بزنه. حسیب جان سلام داری یا خودت مایک تا خاموش کردی؟ صدای تو داریم خاموش، صدای تو داریم مایک ما رو خاموش کردن. ما براتون گفتم تکرار میکنم علت بدر اول چی است؟ نام جنگ یا شماره و آیات ها که واسه یک بس آدم من فهمیدم شما کدام جنگ میگین، اما اولین جنگ مسلمان ها دفاع بود نه حمله. بسیار قشنگ. خب ما در پیرامون غزوه بدر در پیرامون اینها آیاتی داریم که شأن و نزولشان هست. در قرآن شما میدونین که واژه حمله در زبان عربی جنگ که حمله ای باشه با کدام واژه یاد میشه و جنگی که دفاعی باشه با کدام واژه یاد میشه، میدونین این موضوع را؟ ببینین نمیدونین، من مطمئن هستم که نمیدونین، به همین دلیل مسلمان ماندین. الان دوست گرامی سوال اینجاست عزیزم، ما در زبان عربی واژه دفاع داریم، دفع به زبان عربی برش میگن که زبر داره، دالش هم فیش هم عینش هم ارسیش زبر داره، به این میگن جنگ دفاعی، و جنگی داریم که دفاعی نیست عزیز من، جنگی است که باید شما حمله کنید طبق روایات خود قرآن. الان نگوین که محمد دفاع کرده، شما چون سیرت محمد را نخوندین، رفتار محمد را با مخالفینش نخوندین، شما میدونین رو بسیار یک فرد محترم بدانین، اما آیا میدانستین که خود محمد در این کتاب قرآن اقرار کرده که ما با عروس خودم ازدواج کردیم؟ در سوره احزاب، سوره احزاب را خواندین؟ گاهی بازش کردین؟ نخیر. ببینید مشکل ما میجاست عزیز من، من یک حافظ قرآن هستم، من حافظ قرآن به خود میگم، ناق نمیگم که تا شما را فریب بدم، من حافظ قرآن هستم و این سوره هایی را که شما تا امروز نخواندین من در سن 16 سالگی داشتم میخواندمشون. این علتش بود که من اسلام را ترک کردم. نه سوال دارم از شما، شما که میگین ما به خدا باور ندارم و خدایی نبود، شما خیلی در نزول آیاتو چگونه باور دارین؟ نه ما که بیان نمی کنم عزیز من که قرآن نازل شده، قرآن نویسندهش محمد است عزیز من، با اصحابش و با چهار دوبر خودش که در گرد و برش میچرخیدن. در قرآن ما واژه های فارسی داریم عزیز من، سوره قیامه آیه 4 را باز کنین، بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، بله ما قادر هستیم که انگشتان شما را دوباره بسازیم، مرتبشان کنیم. واژه فارسی در قرآن چی میکنه؟ الله فارسی زبان بودن، اما این را بیدونه که زبان عربی و زبان فارسی بعض کلمات مشترک. نه ما در زبان عربی واژه نعم داریم که بله معنا میده، چرا باید الله واژه عربی را استفاده کنه از کلمه بله فارسی استفاده کنه؟ چرا؟ معلوم دار است که سلمان فارسی نویسنده قرآن است، نه محمد، نه اللهی که به محمد آیت فرستاده باشه، مگر برای شما قابل شک نیست؟ در قرآن الله آیه 65 گفته که من آسمان محکم گرفتم تا بالای زمین نیفته، تو من حیث یک جوان خردمندی که در اروپا بزرگ شدی به قرار گفته خودت، آیا فکر میگونی که خدا آسمان را محکم گرفته که بر زمین نیفته؟ نظر شما چیست در این باره؟ نظر ما این است که این آیات نافهمی انسان ها بود عزیز من، این کتاب را خدا نفرستاده، ما در این کتاب اشتباه املایی داریم، ضمیر جمع را برای واژه مفرد برای اسم مفرد استفاده کرده، ضمیر مفرد را برای اسم جمع استفاده کرده، آیا خدا زبان عربی بلد نبوده؟ منطقی است به نظر شما که خدا ضمیر را نداره؟ ضمیر را شما در مکتب در صرف چند در افغانستان می خواندین؟ صرف 7 8 درست است؟
من میخوایم نظر شما رو درباره ساخت دنیا ببینم. شما چی فکر میکنین؟ خب معلوم دار است که در سوره دوها آیه 7 گفتن محمد تو گمراه بودی، در سوره این شورا آیه 52 گفته که محمد تو نمیفهمیدی که ایمان چیز، کتاب چیز، خدا را هم نمیشناختی. پس فردی که گمراه بوده و سواد نداشته و خدا را نمیشناخته در غار حرا چی میکرد عزیزم؟ چی میکرد محمد؟ شما سوال مرا سوال مرا متوجه نشین، گفتم تکرار کنین. در نظر شما دنیایی که ما رو زندگی میکنیم چی رقم به وجود اومد؟ خب با وجود آمدن دنیا یک مسئله قضیه است، اما دفاع از الله که محمد است یک مسئله قضیه است. عزیز من، ما در مورد دنیا لایف های پاسخ به سوالات علمی دارم شما، ما روم میگذاریم بگیم مسلمانان بزرگوار، مسلمانان نازنین، در لایف اشتراک کنین و من کاوش را به چالش بکشین، پویا را به چالش بکشین. اونجا هر سوالی که از زبان تو دوست مسلمان خارج شوه، من من حیث یک آتیست مکلف هستم به سوالت پاسخ بدم، نه تنها علمی، نه تنها دروندینی، نه تنها تاریخ ادیان، بلکه چی؟ فلسفه، روانشناسی، علمی، فیزیک، نجوم، هر آن چیزی که در زبان شما میآید لطفاً در برنامه های ما اشتراک کنید، ما را به چالش بکشید، ثابت کنید که ما اشتباه میکنیم، ثابت کنید که جهان خالق داره، ثابت کنید که آغاز جهان مربوط خدا میشده، ثابت کنید که انسان از گل ساخته شده، گلبازی الله است. اینها را ما به شما شانس میدیم. روم ما که بسته نیست، روم ما اوزی که فعلا با ما جریان داره، دست بسته است تا فعلا هم بسته است، بالاخره اندش کردن چون ما را اجازه نمیدن. چرا پس شما هم اجازه نمیدید؟ ما شما را که اجازه میدیم نمیایین در برنامه های پاسخ به سوالاتتان اشتراک نمیکنید. ما خب به شما وقت میدیم، ما شما را احترام میکنیم، میکروفون در خدمت شما میگذاریم، میکروفونتون را نمیبندیم، کسی را پایان نمیاندازیم. مثل شب عتیق پایان انداختیم عزیز من، پیشتر به زبان فارسی گفتیم همون آقای عتیق همین لحظه دست خدا بالا کنه، بیای بالا ببینه که ما پایان انداختیم یا خودش فرار کرده یا رفته. میتونیم ما میانه بگوییم ما کسی را پایان ننداختیم عزیزم. چهار نفر مدراتور است، آریا جان است، کوروش عزیز است، ما که اصلا عادت پایان انداختن را ندارم، پویا جان است، هیچ کس ننداخت. عتیق شما را به چالش کشید، گپ که شما زیر واقعیت منطق نمیسازه. باز این گپ که بین کشیدم یا او به چالش کشید عزیز من، گفتم که وطن عزیزت مادر را داره، گفت بله. گفتم وقتی که عرب بالای مادرت حمله کردن چرا امروز اونا رو مقدس میدونی؟ فرار کرد. وقتی شما گفتین که گویا حضرت علی به خانمش گفته باشه که نصر نابری کارا منتظر داره، یک کتاب داره عزیز من، در کتاب شیعیان است. من که از خودم نمیگم، من که محدث نیستم، مورخ نیستم، مترجم نیستم، مفسر نیستم. این شما برین از کلینی بپرسین، از مجلسی بپرسین، کتاب بهاران انوار را کی نوشته کرده؟ از صحیح البخاری، از خود آقای بخاری بپرسین، اسماعیل بخاری، این که مربوط به مسلمان میشه جان من. سپاس هستم لطفا در برنامه های ما اشتراک ما با خودت خصوصی هم بعدن صحبت میکنم. تو آماده هستی عزیزم، کاملا آماده هستی، فقط یک کمی فشار بالایت بیار، یک جرقه از ذهن دیجات کو، شب که پتو رو روید کش کردی فکر کن. آماده هستی 90 درصد آماده هستی، 10 درصد دیگه بند هستی، آماده به ترک خرافات هستی. من برات میگم عصیم جان، ایالت تو را ما کشیدیم 10 سال قبل. سپاس از اشتراکت، از بودنت. 10 دقیقه من تو دیالوگی صحبت کردیم، الان دوستان دیگه اجازه میدیم صحبت کنن به اجازه خود. ممنون هستی جان. آواز بس کاش بله است. بله ممنون از خودت. کوروش جان میخوای صحبت کنه؟ کوروش صحبت آقای کوروش. کوروش مایک زدی؟ نه صحبت کردن نمیتونم. خب من یک چیز میخواستم بگویم آریا جان، بسیار کوتاه. من برای آسیب جان میخواستم بگویم که دوست عزیز عتیق جانم کسی پایان ننداختم، ما هیچ ضرورت نداریم کسی را پایان پردیم، چرا تو را پایان ننداختیم؟ و عتیق جان من گفتم سه دفعه، من واقعا سه دفعه من او را چی کردم، درخواست کردم که به بالا نامد. خب خودش نمیخواست البته صحبت کنن، نامد دیگه و بعدا هم رفت. خب آریا جان مایک خدمت خودت عزیز. ممنون آریا جان. من خودم هم میخواستم بعضی جوابای داشتم، اما چون بعض دیالوگی میشه به اون خاطر نمیخوایم چیز خودم صحبت کنم. فعلا نوبت از آقای محمد است، بفرمایید شما عزیز. محمد وفایی، فکر کنم محمد وفایی. آریا عزیز جان. آره عزیز، یک دوست ما دستش بالا بود، پیشتر در بالا بودن، فکر کنم نوبت از راست تیر نشه و ما برا بالا میارم. آقای نورزی بین بالا. من میترسم آقای نورزی وقتی بالا میای افراد را بلاک نکرده باشه و هیچگاه صحبت نمیکنه.
چون ایشان میان تعداد دوستان ریموف میشن از رو. نوروزی عزیز بیا بفرما صحبت کن. آقای نوروزی فکر کنم با ما قهر صحبت نمیکنه. اوکی آقای پیتر صحبت میکنی؟ آقای نوروزی نه فکر نمیکنم صحبت کنه. خب آقای پیتر بفرمایید نوبت شماست. با شب بخیر به همه عزیزان موافقین مخالفین. اول خوشحالم که در این اتاق حضور دارم، فضایی هست که قصدش روشنگری و به قول معروف تاریک روشنها رو برجسته کنه. در مورد اون تاپیک که نوشتید، هرچی آخوند هست بیاید ثابت کند آتئیسم مکتب است. آتئیسم یک نحله فکری هست که برای خودش جهان رو به این نتیجه رسیده که خدای در کار نیست، هیچ قاعده و اصولی رو هم برای کسی تعیین نکرده، فقط خواسته خودش رو رها کنه از زنجیرهای خرافات و موهومات. اما یک دو تا نکته هست که من در این چند مدتی که در این اتاق بودم حضور دارم. ببینید مسلمانان اغلب به ما میگویند که چرا احترام نمیذارید، قرن قرن حاضر هست، قرن قرن عصر مدرن هست. در همین قرن حاضر دارن قوانین 1400 سال پیش رو در افغانستان و ایران و پاکستان و هر جا که دم دستشون رسیده به اسکاپ اجرا در آوردن، سنگسار میکنن، دست قطع میکنن، گردن میزنن، آدم را حلق‌آویز میکنن. در مورد بیانات خوب یعنی از ادبیات خوب، شما میگن خرما خورده را منع رطب جایز نیست. شما خودتون از یک مکتب فکری میایید که سراسر توهین و اهانت هست، هم به شکل بیانی و هم به شکل مضمونی. یعنی عملا شما رو به حشرات و حیوانات تشبیه کردن و از نظر حقوقی هم که اصلا هیچ حقی برای شما قائل نیستن. زن در این مثلا دین هیچ حقوقی نداره، فقط یک اسباب تولید و بازتولید هستش. دیگر این که الله که خودش یک بت هست، یعنی در حق واقع این کسی که شما را دعوت کرده به یگان پرستی و خدا پرستی، در حق واقع بت رو، بت پرستی رو خودش داره تداوم میده. منتها محمد این فرد بسیار زیرکی بود، باهوش بود، از الله استفاده کرد. در قرآن شما تمام آیات قرآنی رو که نگاه میکنید، در 99% طرفدار آقای محمد هست، یعنی محمد جان اصلا دنیا برای ایشون هست. شما جا به جا در روابط جفتگیری های رسول اکرم دخالت میکنه، در دعواش بین پسرخاله ها و پسرعموهاش دخالت میکنه، یعنی هر زنی رو که خواست به نکاح میگیره. حتی وقتی هم به اصطلاح فوت کرد، وصیت کرده بود کسی با زنان محمد وصلت نکنه و عایشه را ام نمیدونم مسلمین خان، من زیاد عربی مربی خوب نیست چون حقیقتا تو این کوچه ها دوست ندارم برم. در جد من میخوام بگم از نظر حقوقی این دین هیچ حقوقی برای من قائل نیست. اگرم امروز کسانی در اروپا هستن و ادعای اینو در میارن که مثلا دموکرات هستن، دموکرات منش هستن، کار خوبی میکنن، ما بهشون آفرین میگیم که بسیار خوب، شما اینقدر عقل رو پیدا کردی که میخوای از خشونت پرهیز کنی. اما این وسط نرخ تعیین نکنید. دین شما در به تقیه، به خدعه، به بهتان، به فحاشی باور داره. میگه اگر جایی رسیدی بزن لتو پار کن، اگر جایی نرسیدی خودتو به موش مردگی بزن، بعدن سر فرصت انتقام رو بگیر. امروز ما داریم شاهدش هستیم، در ایران دیدیم و در افغانستان عزیز دیدیم که طالبان چه جنایت هایی داری میکنه. و من به نظر من دوستان مودریتور اینجا رفتار نیکویی دارن. بعدم یک مسئله از فوش به لحاظ شخصی به کارنبری بهتره، ولی زیاد به این گیر ندید، گیر بدید به این، دقت کنید به محتوای صحبت. وقتی یک دینی زن رو اون آیه هایی رو میاره که آدم وقتی میخونه این آیه ها رو واقعا عرق شن بر پیشانش میشینه، کدام تفکر هست؟ همین آقایی که الان داشتن صحبت میکردن گفتن مؤدب باشید، خوب صحبت کنید، اگر در اروپا زندگی کنم درن به یکی از همسایه های اروپاییشون بگن من دینی رو باور دارم که ازدواج با دختر خردسال رو مجاز میدونه،
با این دیگه صحبت نمیکنن، میگن این پدوفیل هست، ما اصلا با این آدمی که چنین باوری داره ما اصلا نشست و برخاست نمیکنیم دیگه، توهین از این بالاتر من وقت صحبت بیشتر نمیکنم. این نکاتی بود که من خواستم بگم. این مسلمانان عزیز مدرن سعی میکنن اسلام رو روتوش کنن، اسلام رو بزک کنن، اسلام رو آرایشش کنن که امروز پسند بشه، ولی عزیزان من خانه از پایوست ویران است. این دین مشکل بنیادی داره. افرادی مثل آقای کاوش و کوروش و پویار عزیز دارن روشنگری میکنن. همین انسان ها اگر در ایران و افغانستان و پاکستان این حرف ها رو بزنن قطعه قطعه شون میکنن، خونشون رو مباح میدونن، فتفاه مرگشون میدن، تهدید به مرگشون میکنن، فوش بهشون میدن، ناسزا بهشون میگن. عزیزان ما بسیار دموکرات هستیم. شما میاید تو استیت صحبت میکنید، حرف میزنید، ما با سعی سب گوش میدیم. این بازیارم با ما نکنید، واقعا بسته، بس کنید. شما 1400 سال بشریت رو به نابودی کشیدید. سپاسگزارم. ممنون آقای پیتر. نوبت از رادمونپور است. رادمونپور است. بله، عرض ادب درود دارم خدمت تمامی دوستانم، هموطنانم، به واقع هموطنان ایران شهریم. در رابطه با آوازت نداریم رادمان جان. جانم حال بهتر شد؟ آوازت نداشتیم. چشم. ببینید، جمهوری اسلامی جائش ایران بر اساس آیه 3 تا 8 سوره اسراء بر این باور هستش که در اون دوره آخرالزمان با یهودی ها برخورد خواهد کرد و خیلی از احادیث و روایاتشون هم هست که اینا میرن و دریایی از خون از یهودی ها راه میندازن. پس اینی که جاب کاوش عزیزم یا دیگر دوستان میان اینجا میشینن و صحبت میکنن راجبش، این نیستش که شما میگید نه در قرن 21 از این خبران نیست و این مال 1400 سال پیش بوده. نه خیر، همین الان در قرن 21 یک حکومتی موجود هست در ایران که قصدش اصلا استراتژیش نابودی ملت هست و اعلام میکنه بعد از ظهور مثلا امام زمان اینا میر و اونجا گردن میزنن، اصلا نصف مردم جهان رو میخوان به جرم حرامزادگی ببخشید گردن بزنن. این صحبتی نیستش که شما بگید نه خیر الان اسلام با اون اسلام 1400 سال پیش فرق میکنه. اصلا این چنین نیست. شما ببینید همین طالبان چه بر سر هموطنان ما آورد. مگه این دیگه مال 1400 سال پیشه؟ این مال همین چند ماه اخیره که اینجوری مردم افغانستان رو به خاک و خون کشیدن و همچنان دارید میبینید خبرها داره میاد، محل به محل دارن میچرخن، جوانها رو از خونه ها بیرون میکشن و تیربارون میکنن. اگر امروز جوانانی هستند که در با آگاهی تمام جونشون رو کف دستشون گرفتن، به واقع امثال دوستان من که اینجا هستن، اینا و جونشون دارن بازی میکنن. آیا اینها انسان نیستند؟ آیا خوشی دوست ندارند؟ آیا تفریح نمیخواهند؟ چرا؟ اما اینها میهن پرستانی هستند که اسلام زخمیشون کرده و میدونند که مردمشون اگر قربانی شدند قربانی ناآگاهی شدند و اینجا زمانشون رو دارن میگذارند، با آگاهی تمام حضور پیدا میکنند و در این رابطه توضیح میدن، حتی به مبارزه دعوت میکنن، به مناظره دعوت میکنن و میبینید شاید چند تا مسلمان خجالتی، ببخشید من اینجوری میگم، چند تا از این مسلمان مخفی ها در نهایت میان میگن و ما مسلمانیم و هیچ اطلاعی هم از قرآن ندارن، در صورتی که اون گنده هاشون میدونن از پس جوانان آگاه ما بر نمی آیند که نمیان و اینجا صحبت نمیکنن. اصلا فکر نکنید اونها جوابی دارند. خیر، اونها هم به کاوش جوابی نمیتونن بدن، به جناب آقای پویا نمیتونن جواب بدن، به دیگر دوستان. و اونها وقتی از دینی که دارن نونش رو میخورند و
با اسم اون دین جوانان ما رو میکشن نمیتونن در مقابل علم بیستند و دفاع کنن از دینشون. آیا پس وقت این نیست که من جوان بشینم و فکر بکنم بگم بابا اون ملاها، اون آخوندها، اون مفتیها، اونها نمیتونن از دینشون دفاع کنن، من با این علم کم چه دفاعی دارم از دین بکنم؟ وقتی که محمد تمام قرآن رو به خاطر سکس به وجود آورده و الان ما 1 میلیارد نفر داریم که این انسان رو میپرستند، خب یا ناآگاه هستند که ما وظیفه داریم آگاهشون بکنیم، یا اینکه خودشون دارن استفاده میکنن از این قضیه. حداقل ما اگه قرار از اسلام دفاع کنیم خودمون سودمون در این باشه، یعنی نون مفتی یک مسجد باشیم، یک ملا باشیم که بابا حداقل نونشو بخوریم، نه اینکه فقط گول خورده باشیم از اسلام. ممنونم از اینکه به من وقت دادید. خیلی خوب. ممنون راتمان جان عزیز و دوستای دیگه هم ممنون از اینکه اشتراک کردین با ما. میخوایم جنبندی آخر را داشته باشیم. از پویا جان شروع میکنیم. پویا عزیز ما در آخر جنبندی میکنم از اوکی کوروش جان. کوروش بزرگوارم ما یک ذات ایشان نگه صحبتی دارم. کوروش جان بفرمایید. کوروش جان و ما یک به تشویق ما میدنم فکر میکنم. تشکرت کوروش جان. یک درود و خسته نباشید به تمام شما دوستای عزیز. بسیار یک روم جالب بود. تمام صحبت هایی که باید می شد شد و نکته نمانده که من بگم. فقط همقه می خواهیم یادآور شما به دوستان افغان ما، مخصوصا دوستان جوان افغان، کسانی که احساس می کنند در کشورشان ظلم، ستم، تجاوز، قتل، حاکمیت داره. خواهش میکنم کمی با خودتان مهربان باشی، کمی بر خودتان رحم کنی و کمی به افکارتان فشار بیاری. ببینی که این جنگ، این ظلم، این ستم از کجاست؟ این صدا و ناله های مادرهایتان، خواهرهایتان، ملتتان، گریستن اونها از کجاست؟ اگر کمی بیندیشید، اگر کمی با خود مهربان باشید، نیاز نیست با من ایتیست که یک خدا ناباور استم متوفد یا مهربانی ببخشی. ما نیاز نداریم، اما این مهربانی، این اتوفت، این افکار، این اندیشه را باید صرف ملتتان، صرف نوامیستان در درون افغانستان و همچنان ایران داشته باشی. من واقعا خوشحال هستم از این بابت که از بند دین رهاستم و از بند خرافه رهاستم، چون زمانی که شما از این بند رها میشین تازه یاد میگیرین، تازه آموزش میبینین خواه ناخواه که چگونه ملتتان را دوست داشته باشین، که چگونه دل بسوزانین به هم نوع خود، چی افغان، چی غیر افغان، چی دیگر انسان‌های روی زمین. و اینمی رایش است که شما از بند دین رها شوین. اگر تفکر کنین، اگر اندیشه کنین و اگر در مورد دین اسلام امروز نقد میشه و ایجا بحث و گفتگو میشه، شما باید امیر کمی با خودتان فکر کنین، نبیان ایجا بالا روی استیج که سوال کنین چرا دین اسلام. اما سوال یک بار از خودت بکو، کمی در موردش اندیشه کو. اگر جواب نگرفتی بیا در روی استیج، برای چشمان ما جایی داری، حتما پاسخگوی سوالات هستیم. اما اگر با خودت اندیشه نکدی و یک دفعه از روی تعصب بلند شدی، هندرایت کدی، آمدی بالا و دفاعی بی خودی کدی، اولین کسی که شکست میخوره ایجا خدا که تستی دوست عزیزم. به خاطر چی؟ به خاطر که شنونده که دو پایین است، دو آدینس است، خیلی میبخشی دوستا، احمق نیست، نادان نیست، بین خوب و بد، بین درست و غلط
هر کس میتونه تشخیص بده چی او مسلمان باشه چی غیر مسلمان. پس خواهش میکنم کمی تفکر کمی اندیشه، اصلا جای دور نمیره، اصلا بد نیست ای که خودتان همراه خودتان یک اندیشه داشته باشین، یک مطالعه داشته باشین. اینجا کاوشان، پویا جان، آریا جان هستن، همیشه رفرنس میتن. خواهش میکنم، خواهش میکنم، پلیز خواهش میکنم سر بزنین به این رفرنس ها. این رفرنس هایی که ما میتیم یا دوستان دیگر میته سرسرکایی نگیره. یارم من ایتیست ننوشتیم، دوست مسلمان ما ننوشتیم، این خود مسلمانان نوشتن. ما در مورد شما هیچ کتابی ننوشتیم. پس خواهش میکنم به مطالبی که گفته میشه، رفرنس داده میشه، یک سر کوتاه بزنین. حتی اگر فکر میکنی که ما اشتباه میکنیم، اگر شما درست میگی اوکی، بیا اینجا، ما تک تک ما پاسخگوی خودت هستیم. و تشکرتان که تا این لحظه با ما بودی، سپاسگزار یک و یک شما هستیم. همه تان را به خرد میسپارم. بدرود. ممنون کاروش جان عزیز. دوست عزیزم رو مسیج داد که مقدار قصابت دارم با آقای محمود، اگه اجازه باشه کاروش جان عزیز مقدار قصابت کنم بعد از عزیز خود جنبندی کنم. اجازه است کاروش؟ بفرمایید. بفرمایید آقای محمود صحبت کن. منم درود میگم خدمت همه شما فرهمندان و فرهیختگان عزیز، دانشی مردان و دانشی زنان وطن پرگوهرم افغانستان ایران. درود بر همه شما و شب همه شما بخیر. حکیم بزرگوار می‌فرمایند که یکی بت پرست و یکی پاک دین. یکی گفت نفرین به از آفرین، ز گفتار ویران نگردد جهان. بگو آنچه رأیت بود در نهان. گرامی دوستان، عزیزان، میهمانان، سروران ارجمند، اینجا یک سری گفتمان هست، یک سری گفتار هست، نه ستیز، نه جدل، نه جدال، نه میدان، نه قتال. اینجا یک سری گفتمان هست و از گفتار دنیا خراب نمیشه. از بیگفتاری و از بستن دهان و زبان و گفتار است که ویرانی حاصل میشه. من پوزش میخوام اگر صحبت میکنم به این جهته که بعضن متاسفانه این دوستانی که زحمتی به خودشون نمیدن و تحقیقی بکنن، قوری تفحصی در تاریخ کشور خودشون بکنن، فرهنگ و تمدن خودشون بکنن، از عصبیت و تعصبی که دارند و متاسفانه از طریق تربیت مکتبی نادرست بر اونها تزریق شده و تسلط ذهنی یافته، صحبت به میان میارم. عزیزان، شما چنانچه اقدام کنید بدون تعصب به خوانش کتاب، به خوانش تاریخ، باری از دوش این دوستانی که اینجا حلق خودشون رو پاره میکنن برداشته اید. یعنی حداقل این جلسات، حداقل بهره‌ای که از این جلسه امشب بردید باید این باشد که این صحبت‌ها چیست، برای چه این صحبت، نکند درست باشد، نکند من دارم اشتباه می‌کنم. انسان از شک و گمان و تردید و خیال به جایگاه عالی میرسد. این شک و تردید منهای تعصب به اضافه مطالعه
شما را کاوش می کند، شما را کورش می کند، شما را پویا می کند، شما را آریا می کند، شما را خردمند می کند. باری از دوش این بنده خداهانم برداشتید. تنتان آباد، خاکتان آزاد. من عذرخواهی می کنم اگر صحبت کردم، مدیون شما هستم. ببخشید. ممنون خواهد آقای محمود عزیز. خب کابو جان می تانی جنبندی کنی عزیز. سپاس و مهر از دوست بزرگوار ما آقای محمود عزیز و سپاس از دوستانی که تا الان صدای خسته کنه ما را شنیدن و حرفای ما گوش دادن و همچنان از دوستانی که اشتراک کردن اساتید عزیز و به خصوص پویا جان که همیشه یک جوان فعال و زنده دل و شادی هست که واقعا هر جایی که میره رقابت از پویا و جاهزر هست و برای ما میگه که باید روم بزنیم، تا روم نزنیم نمیشه. ما از چنین جوانایی که امروز در وطنم شکل گرفته و حس وطن دوستی در وجودشان جولان میزنه، فواران میکنه، برای ما بسیار خبر خوش است. این برای ما بزرگترین دستاورد از روشنگری 10 ساله هم هست که ما امروز با جوانایی معرفی شدیم، آشنا شدیم که شناخت قدیمی نداشتیم و بسیار جای خوشحالی است که شما جوانان را در کنار خود دارم و ما در کنار شما است. این برای ما بسیار جای خوشبختی است و احساس تنهایی نمی کنیم الان، چون از هر 10 نفری که اینجا می آید، از هر 10 نفر مسلمان افغانستانی 9 نفرش بیدین هست، از هر 10 نفر مسلمانی که از ایران، انسانهایی که از ایران عزیز می آیند، 1 الا 2 نفرش مسلمان هست، دیگه تمامش مخالف این آیین بدبخت هستند. بدبخت میگم چون بدبخت هست، بدبخت گفتن به اسلام توهین محسوب نمیشه. بران این بزرگواران را لطفاً دنبالشان کنین، حمایت کنین، بگذارین که صدای ما باشن، تریبیون ما، این روم ما، کلاب ما، صدای زن و مرد و انسانه که بدون هویتی که ایرانی باشه، افغانستانی باشه، کجایی باشه هست. حتی صدای مسلمانان میشه از روم ما خارج شود، اما ای کاش این خدا باوران و مسلمانان عزیز میگذاشتن که ما در پایانهای رومشان شنونده باشیم. با مجرد همین که میبینن پروفایل ما به رنگ سبز و با قالب سبز و آزادی در آگاهی است، میگه بر پدر از این پدر سوخته لعنت، ریموش کنیم که صدای ما را تا نشنوند. یعنی صدای خدا برای ما تا مسلمان عزیز تحفه نمیدن تا از صدای مبارکشان لذت ببرن. اونا گفتن امان کلا هم در سوره لقمان با صدای خر مشکل داره. موضوع بسیار جالب است. من دیشب هم نخوابیده بودم عزیزان، امشب هم ساعت 5 و چند دقیقه بامداد هست، صبح هست، نخوابیدم به خاطر که امشب در یک رومی دوستان دعوت کردن، بسیار پیغام فرستادن دوستانی که دعوت کردن بیایم در روم، مرا بالا نبردن. من از شما معذرت خواهی میکنم چون نمیارن مرا بالا. اونا کسایی را بالا میارن که امرشان تعارف دارن، البته نه تمام دوستان. در اون روم پدرام عزیز بود، ارسلان عزیز بود و دوستان زیادی بودن که با هیچ کدام اونها تعارف ندارن، اما اونها میخواین با کسایی که اکثرا بحث برون دینی میکنن با اونا گفتگو کنن. اونها با منتقدین درون دینی هستن وقت نمیدن، با ما وقت نمیدن و منتقدین برون دینی را میخواین، کسایی که اسلام را از بیرون از طریق فلسفه و منطق فلان و بهمان نقد میکنن. ما که در بین ما شیخ الحدیث داریم، موری بزرگوار، ما که در بین ما مورخ داریم، مورخ اسلام، کسی که تا از اون کسایی که این کتابا را نوشته زیادتر کتابایشون را خوانده و لمس کرده، و در بین ما حافظای قرآن داریم، در بین ما افرادی داریم که دکترا دارن در فیزیک و در ریاضیات و در منطق و در روانشناسی و فلسفه. اینها مفید هستن برای بودن ما و بودن اینها حتمی است. ما این روم را ما این کلاب را ادامه میدیم، آماده هستیم به هر نوع مغلطه گویی، به هر نوع سفسطه گویی، به هر نوع قرار گفته خودشان مناظره. اما ما بعد از این فقط مناظره ویدیویی میکنم. آخوند میاد طرفش با لباس مبارک، با لباس مقدس آخوندی خود می نشینه، دست های خود می گذاره بالای میز که از اونجا اتاق فرمان براش کمک بیجا نکنه با مغلطه بازیش، فقط دست های خود بالای میز می گذاره، طرف چشمای ما می بینه، با ما بحث میکنه. ما این روش بحث ما جدید که در اینستاگرام در پیج خودم امروشان بارها پیش بردیم، اونایی که اومدین گفتین ما حافظ قرآن هستیم، یک سوره رو براشون گفتیم، نه این که حافظ، من از پشت و پیش تحلیلگر زبان عربی قرآن هستم، یعنی زبان عربی قرآن را دیگه کاملا بالاش مسلط هستم. برامش ازش خواهش میکنم که تو بخوان یک سوره از یک آیه از این سوره را میخونه، 16 دانه اشتباه در یک آیه که 2 جمله نیز داره، تمام واژه هایش اشتباه میگه.
که خودش ثابت میکنه که اینها فهمی در مورد این دین ندارن، به همین خاطر مسلمان ماندن. میدونین که ایمان تعریفش چی است، میدونین که عقل تعریفش چی است، میدونین که شعور و آبرو و عزت و اینها تعریفشان مشخص هستند. از پویا جان جهانی سپاسگزاری میکنم از برگزاری این روم موازی. من موازی زدن آنچنان خوش ندارم، پویا جان هم خوش نداره، دوستان مدراتور هیچ کدامش موازی باز نیستن از ما، اما امشب جایش بود که پویا جان یک پیشنهاد کنه موازی بزنه. ما همیشه خدمتگار هستیم و اینجا زیر امر دو مدراتور عزیزی که در اول میباشن، ما زیر امر اونا هستیم. بدون اجازه اونا اگر میکروفون ما را باز کنیم ما را پایان میاندازن دیگه. اینجا بزرگواران استادان و اساتید هستن، ما فقط عرج میگذاریم و صحبت میکنیم به خواست اونا، به فرمان اونا. سپاسگزاری میکنم پویا عزیز، سوانجا، کوروش عزیز و آریا و دوستانی که اشتراک کردن، پایزانی که از اول تا آخر در این برنامه با ما بودن و شنونده بودن. دوستان را به خرد میسپارم. از ویروس کرونا و ویروس اسلام خودتان را حفظ کنیم. قرار گفته حرف پویا جانم خواستم در این برنامه خودم تکرار کنم، این دو ویروس وحشتناک هستند. سپاس، اوقاتتان خوش است. و خانم سوان اگر چیزی به گفتن داره کاوش ما کردی. نه عزیزم اشتباهی زدم، با معذرت. خب خانم سوان بفرمایید جنبندی. من خیلی کوتاه بگم، کاوش جان، کاوش نازنین همه صحبت های ما رو گفت. ما همونطور که قبلا گفتیم هدفمون از این روم ها فقط آگاهی رسانی هست. ما هیچ دوست نداریم که کسی رو آزار بدیم با حرفامون، ولی دلمون هم نمیخواد که تحت عنوان اسلام یا هیچ دین دیگری مردم استعمار و استثمار بشن، چه برسه به این که مردم ما کشته بشن که متاسفانه تحت عنوان اسلام در طول 1400 سال گذشته مردم رو کشتن و امروز هم در جمهوری آخوندی ما به عنوان سب و نبی مردم رو میکشند. یعنی نقد به قرآن چیزش، پانیشمنتش، تنبیهش کشتنه، یعنی زندگی رو از دست میدی. و افغانستان هم که میبینیم با طالبان، یا یعنی طالبان با افغانستان چی کار میکنه. هدفمون از این روم ها فقط آگاهی رسانیه، فقط این که بدونید با کی طرفید، با چی طرفید. قرآنی رو که میخونید، کتاب قرآنی رو که میخونید، مثل این آقایی که اومد صحبت میکرد، لااقل به فارسی بخونید. اصلا هیچ مطلبی نیست که شما میخواید مسلمان باشید، ولی بخونید کتاب رو به فارسی، ببینید چی هست اون چیزی که شما فکر میکنید بهش اعتقاد دارید. چون من تصور میکنم که خیلی از مردم ایران توهم آگاهی دارن، واقعا آگاه نیستن به اسلام. همچنان که شاید تا قبل از انقلاب من خودم هم که 20 و چند سال داشتم مسلمان بودم مثل بقیه، اما تجربه من از زندگی با اسلام، با اسلامی که جمهوری اسلامی نشون داد و بعدها اسلامی که طالبان نشون داد، اسلامی که تا داعش نشون داد، بوکو حرام نشون داد، تجربه به من این رو گفت که من باید بشناسم این اسلام رو، اون چیزی که من فکر میکنم بهش اعتقاد دارم چی هست. و این به اینجا انجامید، فکر میکنم چه احمقانه بوده که من اصلا نمیدونستم. یعنی خلاصه این رو من بگم که میگن یکی از معجزات قرآن این هست که 1,200,000,000 نفر این توی دنیا بهش اعتقاد دارن ولی هیچ کس نخوندش. یعنی تعداد شاید معدودی این کتاب رو باز کردن، به زبان خودشون خوندن. خیلی ها ممکنه حافظ قرآن باشن، ولی حافظ چی هستن؟ حافظ سوره تحریم که پیغمبر رفته با کنیز یکی سکس کرده، بعد اومدن گرفتنش، بعد به زناش رو تهدید کرده، حافظ این هستن. کسی رو میبینی مریضه داره قرآن میخونه، چی داره میخونه؟ سوره احزاب میخونه که پیغمبر رفته زن پسرخوندهش رو گرفته. من حالا نمیدونم این چجوری قراره شفا بده به این مریض رو، من نمیدونم. کاش یکی بیاد به من این رو بگه. به هر حال من خلاصه کنم، کاوش جان شما نه تنها افتخار افغانستان هستی، افتخار همه ایرانیان هم هستی، همه آزاداندیشان، از اینکه این همه فعالیت میکنه، از اینکه ما با کمک شما داریم این کار رو انجام میدیم به عنوان یک تیم. من شخصا خیلی خیلی خوشحالم. امیدوارم که سالهای زیادی زندگی
شاد شادی داشته باشید، که البته خیلی کار سختی است با این کاری که شما داری انجام میدی، و امیدوارم که ما هم بتونیم در کنارت باشیم. دوستان رو همه به خرد میسپارم. ممنونم آریا. ممنون خانم سوان. ما هم یک جنبندی کوتاه میکنم، بعد از ما پویا جان جنبندی میکنم و رو ما ختم میکنم. خب دوستای ما، عزیزای ما میاین میگن راجع به چرا با امریکایی‌ها صحبت نمیکنین یا راجع به جنگ جهانی اول. ببینین جنگ جهانی اول قانونی به مملکت ما، به مردم ما وضع نکرده، یا امریکایی‌ها قانونی را به ما تصویب نکرده که ما طبق از قانون زندگی خود را پیش ببریم، طبق که اسلام به ما قانون وضع کرده. و دیگر در مورد عقاید به دیگران، با عقایدشون توهین نکنیم. ما با عقاید کس توهین نمیکنیم. ما آیات از قرآن تلاوت میکنیم با شما، چیزی که در قرآن آمده. قبلا کاوشان روم گرفته بود در مورد آیه 30 سوره احزاب، اینا آمدن که شما چرا با مردم توهین میکنین. خب آیه 30 سوره احزاب عنوان روم بود، کاوش با کس توهین نکرده بود یا پویا یا دیگه عزیزا. و همچنین در قرآن که مثلا میگه که کافران زنازاده و بی اصل و نسب است، آیه 13 سوره قلم، یا مثلا در آیه 28 سوره توبه میگه کافران نجس هستند، یا در سوره مدثر است که آیه 49 و 50 مثل خران وحشی است که از شیران میگریزند، و همچنین چنین آیات دیگری بسیار زیاد است در قرآن به مثل خر و و مثل جانور و اینا ما را تشبیه کرده کسایی که هم عقیده مردم مسلمان عزیز نیسته. و همچنان دستور قتل ما را داده. برین بخونین آیه 4 سوره محمد میگه فایده لقیت ملدین کفر و فضر بر خود، که بزنین کردن کافر وقتی که کافر هم میبینین. یا آیه 29 سوره توبه، کسی که به خدا و روز آخرت باور نداره بکشینش. همین قسم آیه 5 سوره توبه، و صدها آیه وجود داره در قرآن دیگه. پس ما کجای زیر احترام کنیم؟ آیا خودتان به عنوان انسان به چنین عقاید احترام میکنین؟ فکر نمیکنم. خب ممنون. من هم سپاسگزاری میکنم از کسایی که اینجا حضور پیدا کردن، تا حال ما را تحمل کردن. تا درود دیگر. درود عزیزان. پویا جان ما تقدیم بخوره. سپاس آریا عزیز و سپاسگزار هستم از تمام دوستانی که در این روم امشب یا امروز اشتراک کردن. واقعا هیچ پلان نبود که ما این روم داشته باشیم، و رومی ما داشتیم امروز صبح رومی بود که پلان ریزی شده بود، عنوان داشت، ما درباره عنوانش صحبت کردیم، نقد دین بود. ولی ما در یک روم خصوصی بودیم با دوستان و دیدیم که آخوندهای یا جوجه آخوندهای جمهوری اسلامی یک رومی زده بودن تحت عنوان که آتیهیست یک مکتب است. خب ما رفتیم، دوستان زیادی بودن از آتیست ها، ولی ما رو بالا نیاوردن. به یک نفر ما دست باز بود، بر نفر دیگر باز نبود. وقتی که ما پیام فرستادیم که ما رو بیارین بالا که ما با شما صحبت کنیم، در حقوق در راجب حقوق زنان صحبت میکردن، مستقیم گفتن که نه، ما با شما هایی که بحث دروندینی میکنین ما با شما صحبت نمیکنیم. خب جالب بود دیگه، نمیدانم که ترس از این چی بود. ما یه روم موازی رو زدیم و درخواست کردیم که بیاین، اگه ما برشان مایک میدیم بیاین با ما صحبت کنن اگر صحبت نکنن. ولی خوشبختانه یا متاسفانه که نامدن. خب من خوشبختانه میگم به خاطر که یک ترس در وجود از اینا هست که نمیتونن از چیزی دفاع کنن. اون مقدساتی که دارن اصلا دفاعی نداره. اون نقدهایی که ما میکنین تال کس نکرده بودم چون نقده. خب به خاطر خوشبختانه میگم دیگه نامدن، در روم اشتراک نکردن.
و سپاسگزاری میکنم دوباره از تمام دوستان که شرکت کردند، صحبت کردند و شنونده بودند. و دوستان عزیز، کانال نسل آزاداندیشان کلابش اگر خواستین، اگر جوین نشدین جوین بشین، عضو بشین، و همچنان لینک یوتیوب نسل آزاداندیشان در بالا پین شده. لطفاً کانال نسل آزاداندیشان سابسکرایب کنین و در هر ویدیویش در دسکریپشن است. دو کانال دیگه هم داریم، یکی به زبان انگلیسی هست و یکی هم کانون بی خدایان است. میتونین از اونجا لینکاشون رو پیدا کنین و سابسکرایب کنیم تا ما بتانیم روم های بیشتری داشته باشیم و بتانیم آگاهی رو برای دوستان بیشتر بدیم. و این ویدیوها ضروری هست که ضبط بشه و در سوشل میدیا باشه، در تلگرام، در اینستاگرام و فیسبوک و یوتیوب، تا دوستان بیشتر بتانند دسترسی داشته باشند. و همچنان ما کتابخانه داریم، کتابخانه نسل آزاداندیشان در تلگرام. هر نوع کتابی که شما خواسته باشین، کتابای ممنوعه در کتابخانه ما موجود هست. و اگر کتابی هم نباشه میتونین شما درخواست کنین، ما کوشش میکنیم تا پی دی اف را برای شما تهیه کنیم و رایگان در دسترس بگذاریم برای دانلود کردن. خب دوستان، به خیرات شما را میسپارم. وقت خوبی داشته باشین، لذت ببرین از هر لحظه زندگیتان.